به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام بر شما بیننده های گرامی. شما بیننده برنامه تپش رسانه ها به شکل زنده از تلویزیون افغان نیوز هستید. سازمان شانگهای که در سال 1996 به نامش سازمان شانگهای 5 مسمی گردید، در ابتدا هدف این را داشتند که چگونه می توانند که امنیت را در کشورهای عضو تامین کنند. اما از سال 2001 به این طرف این سازمان در عرصه های نظامی و امنیتی تمرینات مشترک را انجام دادند. اکنون رئیس جمهور کرزایی نیز خواهان عضویت در سازمان شانگهای شده است. در برنامه کنونی تپش رسانه ها ما این موضوع را با آقای استاد عالم امینی، تحلیلگر مسائل سیاسی، به بحث میگیریم. استاد خوش آمدید به برنامه تپش رسانه ها. تشکر از شما. استاد، در آغاز میخواهیم بپرسم که ارزیابی شما از سازمان شانگهای چیست؟ به نام یکتای به همتا و با سلام به همه بیننده های تلویزیون افغان، سپاس و با تشکر از شما و همکارای تکنیکی شما، سازمان شانگهای همونطور که فرمودین در 1996 تأسیس شد. ابتدا یک قرار بود یک سازمان امنیتی و همکاری امنیتی بین کشورهای عضو باشد. در همه ابتدا 6 عضو داشت که با مهمترین اعضایش عبارت بود از چین. البته خود اجلاس به ابتکار چین تشکیل شده بود. مهمترین اعضایش هم چین، روسیه و همچنین قزاقستان، قرقزستان، ازبکستان، تاجیکستان که 6 عضو داره، اینا اعضای اصلیش بودن. و بعد از یکی دو کنفرانس سه تا کشور ناظر پذیرفتند که عبارتند از ایران و هندوستان و پاکستان که اینا اعضای ناظری سازمان هستند. در بعد به تأسیس، چون ابتکار به دست چینایی ها بود، این سازمان وقتی به وجود آمد، برای بسیاری از کسایی که از یک قطبی شدن جهان رنج می بردن یا به گونه دوست نداشتند دنیا یک قطب داشته باشد و دو قطب مخالف باید در جهان باشد که یکی علیه یک دیگر خیام بکنه و نگذاره که ظلم و اجحاف نسبت به کشورهای زیر دست صورت بگیره. از این قدرت اینا برخوردار بودن استاد؟ خب به هر حال یک امیدواری خلق شده بود که اگر چین و روسیه با همکاری هند و پاکستان و ایران اینا دست به دست هم بتا یک قطب جدید را در جهان پدید خواهد آورد. یعنی ناظرین از این سازمان؟ بله، کسایی که البته تمام کسایی که در دنیا از سیاست یا قطبی چی سیاست مدارا، چی کسایی که علاقمند سیاست دنیا هستند، همگی علاقمند بودند که این کشورها میتونه و در رأس امریکا به وجود بیاره. اما کم کم این سازمان فعلا شکل یک همکاری اقتصادی را به خود گرفته، بیشتر سر مسائل اقتصادی فوکس کردن و زیاد سر مسائل سیاسی و سر مسائل امنیت زیاد علاقمندی نداره. استاد چی فکر میکنین از زمانی که کشور افغانستان در سازمان شانگهای به حیث مهمان اشتراک میکنه چی دستاوردهایی داشته؟ خب در گذشتم افغانستان البته در عرض کشورهای همسایه یک مشکل داره و عبارت از این که نیروهای زیادی خارج از مرزهای افغانستان در افغانستان وجود داره و اونا بودن از اونا برای رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس های مشابه به نحوی یک خودکمبینی را ایجاد میکنه و نشان میده که رئیس جمهور تحت الحمایه دیگر است. بنان اشتراک رئیس جمهور در این کنفرانس میخواد تبارز باشه با همسایه ها که ما هم از خود استقلال داریم، ما هم میتونیم تصمیم های خود ما بگیریم، کسی دیگه برای ما تصمیم نمیگیره، ما مستقل هستیم. در گذشته البته یک چنین پیامی را میتونست افغانستان داشته باشه، علاوه بر از اینکه به نظر من در همکاری های اقتصادی اعضای اجلاس شانگهای و ناظرینش اگر افغانستان عضویت نداشته باشه، یا با عنوان ناظر یا با عنوان عضو اصلی اگر عضویت نداشته باشه، این نشست و ای اجلاس شانگهای ناقص است. چون استاد؟ به این دلیل که مرز ترانزیت بین کشورهای عضو افغانستان به عهده دارند. اگر قرار باشه که بین ایران و پاکستان و آسیای میانه و کشورهای آسیای میانه و روسیه تبادل کالا صورت بگیره،
جز از طریق افغانستان راه یعنی موقعیت جغرافیایی با ارزش در نزد انسان موقعیت با ارزش موقعیت جغرافیایی استراتژیک از نظر جیوپولیتیک افغانستان یک موقعیت بسیار حساس داره که میتونه همکاری ها را نزدیک بسازه و میتونه فاصله ایجاد کنه که راه برای از کشورها راه همکاری نمانه. استاد روی چه اهداف افغانستان میخواهد که عضو سازمان شانگهای شود؟ البته افغانستان آن میارهای را دارا میباشه که به حیث عضو ناظر در سازمان پذیرفته شود؟ البته تا حال افغانستان نه عضو اصلی است و نه عضو ناظر بلکه به حیث مهمان اشتراک میکنه. در اجلاس دوشنبه هم افغانستان به حیث مهمان اشتراک کرده بود و در اجلاس آستانه که امروز آغاز به کار کرد هم افغانستان به عنوان ناظر به عنوان مهمان اشتراک کرده، یعنی نه عضو ناظر است و نه عضو اصلی است. ولی در شرایط فعلی به نظر من افغانستان با توجه به کشیدگی هایی که در روابط افغانستان و ایالات متحده آمریکا وجود داره، به نظر من افغانستان در این اجلاس میتونه این پیام داشته باشه که ما اگر کشورهای غربی با ما کنار نیاید و آنچه را که ما میخواییم در روابط ما همهش یک جانبه باشه، خواست ما در نظر گرفته نشه، بمباردهای مناطق غیر نظامی ادامه داشته باشه، بنابراین ما میتونیم در جستجوی یک الترناتیو غیر از کشورهای غربی و در رأس ایالات متحده آمریکا باشیم. به نظر ما بیشترین پیام را که این اجلاس میتونه بر افغانستان داشته باشه همین پیام خواهد بود. پس در اینجا فرق بین سازمان اتلانتیک شمالی یا ناتو و یا هم حالا که سازمان شانگهای پنج چی می باشه؟ خب بیشتر من عرض کردم که سازمان ناتو یا اتلانتیک شمالی یک سازمان یک پیمان همکاری امنیتی هست، پیمان همکاری دفاعی است. کشورهای عضو از همدیگه دفاع میکنه و متعهد هستند که در جنگ و صلح با همدیگه همراه باشه. همون رقمی که در افغانستان وقتی لشکرکشی کردن اعضای ناتو خود متعهد احساس کردن که باید در اینجا همه بیایه، چی مثلا از اون طرف اقیانوس ها ایالات متحده آمریکا باشه، چی مثلا کشورهای غربی جرمنی و انگلستان و اینا باشه، و چی هم ترکیه که کشور اسلامی، همه اعضای ناتو در افغانستان با هم اشتراک کردند. یک پیمان همکاری امنیتی و دفاع مشترک است. اما پیمان شانگهای یا بهتر است بگویم اجلاس شانگهای که خودشان هم اجلاس میگن و پیمان نمیگن، اجلاس شانگهای فعلا آنچه که مهمترین فیصله هایی که در دوشنبه داشتن، مهمترین فیصله ایش که پشت درهای بسته اعضای اصلی اجلاس شانگهای با هم نشست کردند و بعد از نشست وزیر خارجه کشور میزبان که عبارت از کشور تاجیکستان باشه، وزیر خارجش آمد اعلام کرد که در اجلاس پشت درهای بسته قرار شد که ما یک صندوق همکاری اقتصادی مشترک داشته باشیم. بنابراین مهمترین فیصله هاش مسائل اقتصادی است. آیا آنچه را که ما میخواییم از این کنفرانس یا میخواییم به متحدین غربی خود پیام بدیم که ما در منطقه نقش مؤثر را داریم؟ ببخشید استاد، آن چیز را که کشورهای غربی برای افغانستان هدیه داده میتونن و یا هم داده میتونن، این کشورها داده میتونن؟ چیزی را که ما از کشورهای غربی میخواییم از این کشورها که خواستن نمیتونیم استاد. یک حرف درست و اساسی است که شما فرمودین. آنچه را که ما از کشورهای غربی میخواییم است که میگم که حداقل در مبارزه با تروریسم ما شما هم سنگر هستیم. اگر تروریسم در افغانستان پایگاه داشته باشه دیگه شما را در نیویورک آرام نمیمونن. به اصطلاح معروف چرش شما را میگیره همون رقم که در گذشته گرفته. بنان ما در افغانستان اگر جنگ را مشترک با پیمان ناتو داریم، عبارت از جنگی است علیه دشمن مشترک که همونایی که ما را مورد تهدید قرار میده، دولت فعلی افغانستان مورد تهدید قرار میده، شما را مورد تهدید قرار میده. این یک حرفی است که ما با اونا داریم و توقع ما از اونا به عنوان یک اعضای همکاری در یک پیمان استراتژیک است. بله استاد، از نگاه اقتصادی چگونه؟ بله از نگاه اقتصادی خب به هر حال منافع افغانستان در گروه ثبات افغانستان است. اگر افغانستان ثبات سیاسی داشته باشه منافع اقتصادی در قدم دوم مطرح خواهد شد. اما آنچه که فعلا بر افغانستان مهم و اساسی و بنیادی است مسئله امنیت و ثبات است. وقتی که امنیت نیست ثبات نیست، نان خوردن
نقش ثانوی داره. اول آدم باید دست کسی را از یخان خود خلاص کنه که آدم نکشه، بعد در پای به دست آوردن نان تلاش کنه. این نقش ثانوی را داره. علاوه بر از اینکه کشورهای غربی در افغانستان کمککار اقتصادی هم بودن، ولی آنچه که افغانستان با کشورهای غربی مشکل داره ایست که کشته شدن غیر نظامی ها در بمبارد‌های شبانه توسط نیروهای ناتو که بارها و بارها رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده که از نظر ما قابل قبول نیست، و آخرین بار رئیس جمهور به یک لحن بسیار تند بیان کرد که مرز بین اشغال و همکاری مرز ظریف و باریکی است که اگر از حد بگذره این همکاری به اشغال مبدل خواهد شد. اما موضوع مهم این است که افغانستان با بعض از اعضای سازمان شانگهای همچنان روابط خوب نداره. چی از ناظرین از این سازمان و چی هم از اعضای اصلیش؟ بله، به نظر من افغانستان با اعضای اصلی اجلاس شانگهای هیچ گونه مشکلی نداره. شش عضو که نام بردیم هر شش تاش میتونه دوست افغانستان باشه. تنها در بین ناظرین، در باطن چی گونه؟ میشه در ظاهر دوست خود را جلوه بتن، اما در باطن ممکن چیز دیگر باشن در مقابل افغانستان. واضح است که مثلا کشورها، اگر واضح و روشن بگویم، کشورهای مثل روسیه و هندوستان بسیار علاقمند است که در افغانستان نفوذ سابق خود داشته باشه، و نفوذ ناتو در حقیقت ناقض نفوذ از اونها است، یعنی از اتحاد جمهوری شوروی سابق یا روسیه که فعلا وارث است، و نفوذ هندوستان. اونا نمیخواه که نفوذ ناتو یک جانبه و یک سره باشه، ولی این یک رقابت است که افغانستان میتونه از این رقابت سود فراوان ببره، به نحوی که همکاری های هر دو جانبه به گونه جلب کنه که هم غربی ها را با خود داشته باشه، هم روسیه را با خود داشته باشه. این توانایی در وجود نظام افغانستان و یا هم در وجود دولت مردان افغانستان است؟ تا حال البته در این راستا بد نبوده افغانستان. گاه گاهی وقتی که خواسته برای امریکا یک چراغ سرخ نشان میتر، رئیس جمهور ما گفته که ما میتونیم دوستای دیگر هم جستجو بکنیم، و بلا فاصله مثلا شروع شده روابط دیپلماتیک با ایران، روابط دیپلماتیک با روسیه. اینا در حقیقت نشان دادن چراغ سرخ است و متحدین غربی که اگر شما از این پیمانی که با هم داریم، یک جانبه البته اگر بتونیم پیمان بگوییم، از این همکاری که داریم اگر شما یک جانبه استفاده بکنین، ما میتونیم در جستجوی کسای دیگه باشیم. تا حال استفادهش بد نبود. از دیدگاه شما هدف رئیس جمهور کرزی همچنان نشان دادن چراغ سرخ برای کشورهای غربی است؟ هدفشان از درخواست در سازمان یا اجلاس شانگهای؟ بله، به نظر من دو تا پیام میتونه نشست اجلاس شانگهای بر رئیس جمهور افغانستان از جانب رئیس جمهور اگر افغانستان پذیرفته شد. بله، از جانب رئیس جمهور افغانستان میتونه دو تا پیام داشته باشه. یک پیام برای غربیا که گفتیم یک چراغ سرخ نشان میده که ما میتونیم دوستای دیگه داشته باشیم، ما نقش خود در منطقه به عنوان یک نقش استراتژیک داریم، دوستای دیگه رو میتونیم جایگزین بکنیم، و از جانب دیگه برای همسایه ها میتونه پیام دیگه داشته باشه که ما کشور مستقل هستیم، چنانچه شما میپندارین که ما یک کشور تحت الحمایه قدرت های بزرگ هستیم، به این صورت نیست، ما استقلال داریم در روابط سیاسی خود، در روابط خارجی خود، همه آزادیم، هر جایی که خواسته باشیم میریم، و تصمیم های خود ما خود ما میگیریم، نه کسی دیگه. سپاسگزاریم. آقای امینی، در سال 2005 اگر اشتباه نکنم ایالات متحده امریکا هم خواسته بود که یکی از عضو ناظرین سازمان شانگهای 5 باشند. حالا که ایالات متحده امریکا در سال 2005 از سوی اعضای سازمان شانگهای 5 پذیرفته نشد عضویتش در این سازمان، حالا افغانستان چگونه پذیرفته میشه؟ البته بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا، حتی از دید کشورهای شانگهای، میتونیم بگیم که یک تفاوت بسیار جدی و اساسی وجود دارد. او تفاوت دهی است وقتی که کشورهای عضو شانگهای ایالات متحده آمریکا را به عنوان عضو یا به عنوان ناظر نپذیرفتند، دلیلش ای است که ما اگر ایالات متحده آمریکا را به عنوان ناظر در اینجا بیاریم، کم کم عضو و در عضویت رهبر خواهد شد، بنان ما را به جانب خود خواهد کشان و استقلال ما در خطر مواجه خواهد شد. اما افغانستان، آیا ثبات افغانستان، آیا مثلا اقتصاد افغانستان